امروز در خدمت شما عزیزان هستم با توجه به اینکه مدت هاست سوالهای شما به صورت کلی پاسخ داده نشده. پاسخ به مهمترین سوالات شما از 3 ماه قبل تا اکنون رو در این جلسه خواهیم داشت، پس با دقت به این برنامه گوش بدید. شاید شما هم سوالتون در این بین باشه و به صورت کلی رو پاسخ بدم. بریم تا در ادامه بنده این سوالات رو پاسخ بدم. با نام و یاد حضرت قدوس و با درود عرض احترام خدمت تک تک شما هموطنان، همزبانان در هر کجایی از جهان با هر رنگ و نژاد هستید، امیدوارم که تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه و همباره لبهاتون خندون، زندگیتون پربرکت. اگر هم بالا پایینی در زندگیتون هست، انشالله به خیر و خوشی مشکلاتتون برطرف بشه و همباره در زیر سایه حضرت حق باشید. عزیزان، بارها یک فوت کوزه‌گری رو برای شما گوشزد کردم که متاسفانه خیلی ها این رو نمیگن به شما. اون هم این هست که شما میتوانید یک کار آسون رو انجام بدید، اون هم کمک و احترام به بزرگترها، به پدر مادر، به برادر و خواهر، این صله رحم و خیلی اینها مهمه دوستان. به کوچکترها احترام بکن. سپاسگزارم از عزیزانی که حمایت میکنند کانال های ما رو با لایک کردن، با سابسکرایب کردن، با کامنت گذاشتن و با شیر کلیپ ها در بقیه شبکه های اجتماعی. عزیزانی که بتونن از طریق لینک پیپل به ما کمک بکنن، بسیار بسیار در این زمینه کمک بزرگی است برای کانال، در جهت اینکه این کانال هزینه هایی داره در جهت آماده سازی برنامه و همچنین ادمین هایی که کانال داره برای پاسخگویی به عزیزان. و اگر شما هم نمیتونید این کار رو انجام بدید، ضمن اینکه کلیپ ها رو لایک و اینها میکنید، عزیزان میتونید با دیدن تبلیغاتی که بر روی کانال از طریق خود یوتیوب گذاشته میشه، حداقل 30 ثانیه تبلیغات رو نگاه بکنید. گرچه بسیار بسیار ناچیز هست، ولی اگر همه عزیزانی که بیننده هستن این تبلیغ ها رو رد نکنن به اندازه 30 ثانیه، کمک بسیار خوبی هست برای اینکه کانال بتونه کارش رو ادامه بده. عزیزان، اگر شما الان تا الان لایک نکردید، لایک رو بزنید، کامنت رو بگذارید، و اگر سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فعال بکنید. بریم تا کانال رو اصطلاحاً سوالات شما رو پاسخ. خب، اولین سوالی که عزیزان و دوستان خیلی ها میپرسند این که آیا میشود چند ختم را با هم انجام داد؟ من قبلاً جواب این رو دادم، ولی باز شد عزیزانی که پاسخ سوالات گذشته رو ندیدن این رو بتونن دوباره پاسخشون رو بدن. عزیزان، شما وقتی به یک دکتر میرید، وقتی به یک دکتر میروی، دکتر برای شما چی میگه؟ میگه مثلا آنتی بیوتیک بخورید، درسته؟ بعد میگه این قرص با داروهای تداخل دارد. دقیقا ذکر هم عزیزان به دلیل اینکه مغناطیس از کار و ختوم سنگینه، شما بهتر است که در هر دوره فقط یک ختم را انجام دهید. شاید شما بتونید 2-3 تا ختم رو با هم بگیرید، اما دوچار مشکل میشوید. حالا چه مشکل؟ الان بهتون میگم. عزیزان، دوستان، شما خیلی ها وقتی میخوان یک باری رو برن بردارن، شما فکر کنید مثلا یک کیسه اینجا هست، این کیسه مثلا وزنش 50 کیلوگرم هست، درسته؟ شما وقتی میخواد این رو بردارید، مطمئنن یک انرژی باید صرف بکنید دیگه، درسته؟ این انرژی که میخواد صرف بشه، وقتی این انرژی رو میخواد برای این وزن شما صرف بکنید، باید فقط برای همین این انرژی رو تخلیه بکنید و سلام. وقتی شما یه وزنه اینجا دارید، یه وزنه دیگه اینجا دارید، مثلا اینم 30 کیلوگرمه، مثلا یه وزنه دیگه اینجا دارید، مثلا این مثلا 70 کیلو، خب مشخصا نمیتونید، همه اینها باعث میشه فشار روی شما بیاد
و نه تنها که نمیتونید یک کار رو درست انجام بدید، بقیه کارها رو هم خراب میکنید. از قدیم میگن اون کسی که میخواد یه چیز رو مثلا 10 تا چیز رو با یه دستش برداره، خب از همه میمونه دیگه. اینه این میمونه که مثلا یک حیوان شکاری 10 تا هدف رو نشون گذاشته، میخواد همه رو بگیره، ولی اینکه همه رو بعد از دست میده. شما همینه. و یکی از مهمترین مسائلی که شاید تا حالا بهتون نگفتن اما من میگم این هست که عزیزان، خیلی ها این رو میگن که ما شروع کردیم به ذکر، به گفتن یک ذکر، اما زندگیمان خرابتر شد یا مریض شدیم. این رو بارهای بار شما شنیدید، شاید خودتون هم جزو کسانی بودید که بلا سرتون اومده. علتش چیه؟ علتش همین چیزیست که من به شما میگم. پس اگر میخواید یک ذکر رو بگید، وزنش رو به اندازه تحملتون بردارید. این یه پاور لیفتینگ کار یا یک وزن برداری که وقتی میخواد وزن برداری رو به اندازه خودش نگاه میکنه و شما یه وزنی رو میرید بردارید، مثلا 50 کیلو انرژیتون کامل اندازه همونه، 10 تا دیگه هم بخواد بردارید، بعد شکست میخورید، اون اصلی رو از دست میدید. پس این رو مد نظر داشته باشید. و دیگه هم نپرسید عزیزان لطفا، چند تا ختم با هم دیگه نپرسید، بهتر است که یک ختم در یک ماه. خب خیلی ها این رو هم بگم که عزیزان برای من پیام میذارن که ما اول ماه قمریه، مثلا اول ماه قمری است، مثلا میخوام 2 تا ختم رو با هم بگیم. عزیزان این اول ماه قمری همه ماها هست دیگه، میتونید انجام بدید، ولی خواهش میکنم این کار رو با خودتون نکنید. بعضی موقع صدمه جبران ناپذیر میخورید. حالا من از من به شما این رو به عنوان تجربه. خب مسئله بعدی در مورد آیت الکرسی است. اینقدر در مورد آیت الکرسی از من سوال پرسیده میشه الا ماشاءالله. اولا که من یه شکایت دارم از دوستان، چرا کلیپ های ما را کامل نمیبینید؟ عزیزان من این گنجینه رو ذره به ذره به شما توضیح میدم با کوچکترین جزئیات، بعد شما میاد 2 دقیقه میبینید بخواد برید، بعد یک سر سوال میکنید، بعد من پاسخ نمیدم ناراحت میشه. چرا؟ چون من به شما ارزش قائل شدم، نشستم 20 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه یه ادمین گرفتم برای اینکه این رو هزینه بهش بدم این رو تدوین بکنه، و بعد شما میاد این کلیپ رو مثلا کلیپ 20 دقیقه رو 2 دقیقه نگاه میکنید، 5 دقیقه نگاه میکنید، بعد میرید بعد سوال میکنید مرتب. خب من که به شما احترام میذارم، شما میذاره به من احترام بذارید، به خودتون احترام بذارید عزیزان. بارها در مورد آیت الکرسی گفتم، این بار آخریست که جواب میدم عزیزان. آیت الکرسی اسمش روش آیه، نگفته آیتان آیتین، نگفته آیات، اینا رو هیچ کدومو نگفته، گفته آیه. آیه یعنی چی؟ یعنی یک آیه. اون کسی که داره آیت الکرسی رو میگه 3 آیت، واقعا نمیدونم یا عربی بلد نیست یا جریانش چی. آیت الکرسی، نگفته آیات الکرسی، آیت الکرسی از الله لا اله الا هو الحی القیوم تا العلی العظیم، این آیت الکرسی از اسمش و سلام. در علوم غریبم عزیزان همین کاربرد داره، تمام. و یک آیه هم هست دیگه، 10 تا آیه نیست عزیزان. خب مسئله دیگر در مورد ختم های ناقصه، این یکی از مهمترین مسائلی است که چند نفر از عزیزان پرسیدن و حتما باید بهش توجه بکنید عزیزان. عزیزان خط، کسانی که ختم ناقص میگیرند دقیقاً برای زندگی خودشون یک وزنه سنگین میسازند که نه ازش یک کاری برمیاد، چون ختمتون ناقص شده دیگه، نه یک نتیجه درستی داره و نه اینکه خود به خود از بین میره. این یک عملی است که شما مغناطیسی رو جمع کردید، منتها نه تنها که کامل نیست و به اندازه حدش نرسیده که به شما اون نتیجه کافی رو بده، و نه تنها این که خودش از بین نمیره این اثر. عزیزان شما هر چیزی که در زندگیتون میگید یک انرژی ایجاد میکنه، یک اثر داره. البته انرژی رو ایجاد نمیکنه، انرژی از یک شکل به یک شکل دیگه میره، و این رو وقتی شما دارید میگید یک
اصطلاحاً اثر انرژیکال در زندگی شما شروع میشه و مثل این میمونه که شما مثلا یک آنتیبیوتیکی که مثلا حالا یک دوره 10 روزه یا 15 روزه یا مثلا با فلان دوز دارید اندازه میگیرید برای چند روزش که دکتر به شما داده گفته دورش اینه، این رو اونقدری نمیخورید که برای بدنتون اثر بگذاره، ولی اونقدری هم نخوردید که از بدنتون به خود دفع بشه و مطمئنن برای بدن شما یک سری مضراتی هم خواهد داشت. متوجه شدید؟ پس اگر میخواید ختمی رو بگیرید عزیزان، بارها گفتم، بارها این مسئله رو تکرار کردم که ختم را به اندازه روحانیت و استعداد و توان خود بگیرید. بنده بارها دیدم خب ختمی رو میذارم، همه دلشون میخواد برن ختم رو انجام بدن و خب متاسفانه میرن وسط راه، میبینید ختم سنگینه، نمیتونن ختم رو ول میکنن. ختم رو که ول کردید، مخصوصا دعوات عزیزان، مخصوصا دعوات، شما یک انرژی رو کشیدید آوردید داخل خونتون، اون انرژی پابند تو خونه شما و نه اون رو خلاص کردید نه به نتیجه رسوندید و نتیجتا این میشه که یه بدبختی رو برای خودتون درست میکنید، یک انرژی سنگین رو تو خونتون حبس کردید، تو محلتون حبس کردید، تو رو بدنتون این رو حبس کردید و باعث میشه که زندگیتون دچار مخاطره و مشکل بشه. اینم از این. پس اون عزیزانی که میگن ما ختم رو نمیتونیم بگیریم یا میگیریم وسطش این میشه آن میشه، یا کسانی به شما میگن هیچ اشکالی نداره ولکن برو، اینجوری نیست عزیزان. اونها حرف درست رو یا به شما نمیزنن یا واقعا اینقدر فهم ندارن. این رو هم یادتون باشه. مسئله بعدی در مورد عهد عزیزان، دوستان، گرفتن عهد فقط و فقط توسط خود شخص چله نشین یا دایی باید انجام بپذیرد. بارها شده اومدن به من گفتن یا به ادمین گفتن، پیام دادن که مثلا برای بنده مثلا همزادم را تسخیر کنید. خدا لعنت کنه اون کسانی رو که میان بنده خدا، مردمی که اطلاعی رو ندارن این حرفا رو بهشون میزنن که شما من پول بدید من همزاد شما رو براتون تسخیر میکنم. این یک چی عزیزان؟ دروغ بزرگ. هر چی بخواید تسخیر بکنید، هر کاری میخواد بکنید، باید فقط و فقط خود شما انجام دهید. پس پولتون رو حیف و میل نکنید برای آدمایی که این وعده و دروغ‌ها رو به شما میگن و فردا هم هیچی به هیچی، که نه تنها شاید براتون زندگیتون هم مشکلاتی ایجاد بشه. این رو پس یادتون نره عزیزان. هر کاری میخواید بکنید برای خودتون بکنید. نقشه گستاد راهنمام، نقشه یک شخص عامل حتی 10% هم نیست. چرا؟ یک سری چیزها داره که اگر ایشون نباشه اون اصلا به نتیجه نمیرسید، اما اصلا خودتون باید این کار رو انجام بدید و هیچ کس نمیتونه برای شما پول بده من برم فلان چیز برات هست. این یه دروغه عزیزان، این یک جفنگ خالص هست و شما رو گذاشتن سر ایستگاه اتوبوس. خیالتون راحت باشه. مسئله بعدی، نشان طاعت. عزیزان بارها و بارها گفتم در هر دعوت یا در دعوات مختلف ممکن است پس از به نتیجه رسیدن دعوت اون حالا موجودی که با شما میاد و با شما صحبت میکنه و شرطی رد و بدل ممکنه بشه، ممکن هم است فقط شما شرطی رو داشته باشید. عزیزان و دوستان به شما بارها گفتم، این رو تکرار میکنم دوباره، ممکن است نشان
طاعت به شما بدهد، ممکن است ندهد عزیزان. پس اون کسانی که به شما میگن آقا شما رفتید فلان کارو کردید اما نشان طاعت نگرفتید، اونها هم یا دارن شما رو یک کاری میکنن دل سرد بشید یا واقعا اطلاعی ندارند. عزیزان خادمین، حالا با موکلین کاری ندارم چون اصلا سیستم کار بنده با موکلین نیست، موکلین در درجه سفلیات واقع هست، ارزیات هستن. خدام یا ملائکت الله ممکن هست به شما نشان عهدی بدهند یا مهر طاعت یا نشان طاعت بدهند، عرض کردم ممکن هم هست ندهند، اما وقتی که با شما تکلم کردند و عهد رو پذیرفتند و به شما گفتند بار دیگه فلان چیز رو بخون و بنده بیام یا این ملکی که به شما معرفی میکنیم اسمش این هست میاد، تمام شد. اگر به شما نشانی دادند و ندادند خودشون میدونند. پس این رو دلتون نریزه که من همچین چیزی شد و نشان ندادند و رفتند اما فلان چیز رو من دادم، اون عهد رو با شما بستند. مسئله بعدی که بسیار بسیار مهم هست عزیزان، چاکرا. بارها از من پرسیدید که ما مثلا میخوایم چاکرای رو، حالا گفتن چاکرای یک خیلی مهمه، چاکرای دو مهمه. عزیزان هر کسی ممکنه در این علوم شبه علم یک برداشتی داشته باشه. از نظر بنده، این از نظر خود بنده است، یکی از مهمترین چاکرای برای علوم خفیه و دانش غریبه چاکرای 4 و 5 است. اینم به شما اعلام میکنم برای چی عزیزان. چیزایی که به شما صدمه میزنه، حسد، توهین، فحاشی، قضاوت و حالا پشت سر دیگران صحبت کردن یا غیبت کردن، نمامی کردن و و و و و و چاکرای شماره 4، فحاشی چاکرای شماره 5، غیبت کردن چاکرای شماره 4-5. عزیزان قضاوت کردن چاکرای شماره 4. وقتی اینها رو شما انجام نمیدید، به جاش عبادت میکنید و ذکر میگویید، عزیزان دوستان این چاکرای 4 و 5 هست که بسیار فعال برای شما. پس یادتون نره دوستان، این چاکرای 4 و 5 هست که میتونه برای کمک بسیار بزرگ بشه برای چاکرای باز شدن، بازتر شدن، نه باز شدن، بازتر شدن چاکرای 6 و 7 شما. این هم که میگن چاکرا بسته است باز کنید، چاکرا بسته نمیشه عزیزان، چاکرا اگر بسته بشه شما میمیرید. چاکرا تعادلش، بالانسش به هم میخوره. این ترازوی که قرار هست بالانس بشه، این ترازو به هم میخوره بالانسش و شما اینجوری میشه. و متاسفانه وقتی هم که به هم بخوره عزیزان، شما دچار 1001 مشکل میشید از نظر داد و گرفت انرژی. البته دو چاکرا هستند که فقط اینها گرفت انرژی دارند و داده انرژی، یعنی اگزوز ندارند، اون هم چاکرای شماره 1 و 7 است. مسئله بعدی که بسیار بسیار مهمه و نمیخوام حالا در این قسمت بیش از حد طول بکشه صحبت، در مورد جنیان هست عزیزان. بنده بارها به شما گفتم عزیزان جنی یا جنیان در ارضیات، حالا با اسفلیات کاری ندارم، بنده باهشون کاری ندارم عزیزان. یکی دو تا فقط نمونه در کانال گذاشتم، از اونها هم عزیزان ملک هستند و صاحب قدرت هستند و سلام. پس لطفاً پیام ندید که فلان جن رو بگذارید فلان جن. شما یه دونه با یک ملک بزرگوار، با یک عزیز بالایی شما عهد ببندید، بعد ببینید که هزاران هزار لشکر جنی قدرتمند و سلطان زیر دست این هاست. پس هی نیاد این رو بگید. چیزی که میخوام در آخر بگم عزیزان دوستان، اراده و تصمیم قلبی در شما مهمترین بخش انجام
انجام امور در دانش خفیه است و به نتیجه رسیدن. پس اینقدر نیاید بگید که ما این کار رو آیا میخوایم انجام بدیم، چه کار میشود فلان. اگر میخواید کاری رو انجام بدید، او را، آن کار را بر شدن واقع نمایید. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تمام شد، رفت. پس اینقدر خودتون رو باخت ندید عزیزان. و ضمناً رو هم بهتون بگم که هیچ چیز ترسناکتر از انسان نیست. حالا سوالات دیگه ای داشتید، باز هم زیر ویدیو سوال رو بپرسید، انشالله در آتیه باز هم پاسخهای شما رو به صورت کلی خواهم داد عزیزان. یه مسئله دیگه هم که هست باید به شما بگم، اولا که عزیزان کانال های ما رو به شدت حمایت بکنید. عزیزانی که میتونن با حمایت مالی از طریق لینک پیپل یا گزینه تنکس که در پایین کلیپ ها هست و به این صورت هست، یک علامت، این گزینه رو شما وقتی بزنید روش، میتونید عزیزانی که در خارج هستن یا کارت پیپل و اینها دارن، میتونن از این گزینه هر مبلغی رو بخوان میتونن کمک بکنن. و از طریق لینک پیپلی که بنده گذاشتم و پایین چیز هست، پایین کانال میاد و این آدرسش هست. عزیزان این آدرس برای ایمیل نیست، عزیزان این آدرس، این آیدی پیپل هست. عزیزانی که بخوان میتونن از این آدرس هر مبلغی، هر چند ناچیز، کمک بسیار بزرگی است وقتی این قطره‌ها جمع گردد وانگهی دریا شود. عزیزان این کانال مال خودتون هست و ادامش برای خودتون مفیده. مطمئن باشید که این هنوز اول آموزش های ماست و سعی کنید این کانال ها رو از دست ندید. ما رو به هر طریقی با لایک هاتون، کامنت هاتون، شیر کلیپ هاتون، سابسکرایب کردن در کانال ها، زنگوله فعال، بازدید بیشتر کانال ها در شبکه رامبل هم برید، اونجا کانال های ما رو حمایت بکنید. دیدون کانال هم اونجا بنده افتتاح کردم و اونجا هم انشالله فعالیت داریم. و عزیزان و دوستان، عرض کردم شما میتونید با تبلیغاتی که روی ویدیوها میاد حتی در عرض 30 ثانیه اون تبلیغات رو رد نکنید و این کمک بسیار بزرگ از ذره ذره جمع بشه برای کانال. مسئله ای که خیلی خیلی مهم هست و باید بگم، عزیزانی که انگشتر خواسته بودن، عزیزان تا فردا، نه روز شنبه، مهلت تخفیف ها تمومه، هم برای چاقو هم برای انگشتر. پس در این یکی دو روز میتونید عزیزان به ادمین کانال تلگرام و یا واتساپ، عزیزانی که در خارج هستن، پیام بدید و در اونجا حالا بسته آموزش مقدماتی رو میخواید یا هرچی میخواید، تخفیفاتش تا فردا نه پس فردا واقع هست. عزیزان از این که با ما همراه هستید، سخنان ما رو گوش میدید، عزیزانی هم شکایت میکنن چرا اول زود شروع نمیکنید آموزش. دوستان من همیشه در اول کلامم یاد خدا رو دارم، درود میفرستم به شما و این راز و رمز رو میگم. شاید شما خیلی دوست دارید همون اول باشه. اگر ناراحت هستید عزیزان، قدمتون روی چشم من، همه شما رو دوست دارم، حتی اگر شما بنده فحش بدید. و سعی بکنیم که عنوان کسی که علم آموز هستیم، لااقل به کسی که علم به ما می آموزه احترامش رو داشته باشیم. از اینکه با ما همراه هستید، همراه بودید، سپاسگزارم. ما رو هم دعا بکنید، بنده بسیار شما رو دعا میکنم. و تا آموزش و برنامه دیگه، در پناه یزدان متعال باشید. حی قیوم، یار و یاورتان.